بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند، با مشروع خبرهای ساعت 14 در خدمت شما هستیم. شرکت‌های ایرانی بیش از نیمی از بازار نوشت افزار را در اختیار گرفتند. مدیرعامل مجمع فعالان نوشت افزار ایرانی میگوید پیشرفت تولید داخلی در 10 سال اخیر قابل قبول بوده و تولیدات داخلی قابلیت رقابت با انواع خارجی را پیدا کرده است. به گفته آقای یقینی، با برطرف شدن موانع تولید نوشت افزار، صادرات نیز که همکنون سهم 5% از مجموع تولیدات دارد گسترش می‌یابد. بازگشایی مدارس نزدیک است و بازار نوشت افزار داغ. گلا چندمی؟ ششم. ششم اومدی چیا بخری؟ کوله، کیف، جامه دادی، دفتر، پاک کن و مداد و پرگار، گونیا، دیگه دفتر، کلاسور. بازاری که حالا بیش از نیمی از آن در اختیار تولیدات داخلی است. بعد از 10 سال از شروع جریان نوشت افزار ایرانی که سهم در واقع نوشت افزاری از کل بازار در اون زمان کمتر از 15% برآورد میشد، الان بعد از 10 سال به بیش از 60% رسیده. تولیداتی که قابلیت رقابت با انواع آنبر آبی را پیدا کردند. با توجه به اینکه خب ما تو ایران نیروی کار ارزون تر داریم نسبت به کشورهای دیگه، خیلی میتونیم قیمتهای رقابتی ایجاد کنیم تو بازار جهانی. صادرات داریم؟ صادرات داریم، بله. کجا صادر؟ به کشور الان افغانستان، عراق، تاجیکستان. عراق صادرات داریم، امارات صادرات داریم، عمان صادرات داریم، هم کتاب ها هم دفاتر رو کامل. 250 قلم از 700 نوع کالایی که داریم تولید خودمونه و داریم صادرش میکنیم. چیا هستن الان؟ عمدش خودکار، پپه، جامه دادی، ارزم به حضورتون که پاک کن که خیلی گسترده داریم تولید میکنیم، تراش و غیره. چیا رو مثلا قبلا خارجی می‌خریدین الان داخلیشون؟ الان دفترها رو، دفترها الان ایرانیاشو گرفته، واقعا خوبه. مداد بود، خودکار بود، قبلا خارجی می‌گرفت. ما خارجی می‌گرفتیم، الان میایم ایرانی می‌گیریم، بسیار کیفیتش عالیه. مدادنگیاشو می‌گرفتیم که زیاد راضی نبودم، الان مدادنگی ایرانی رنگاش بهتره، کیفیت رنگاش بهتره. خریدایی که کردین کیفیتش چطوره؟ کیفیتش خوبه، نسبت به جنس‌های خارجی میشه گفت میتونه رقابت کنه. چه لحاظ کیفیت و چه لحاظ قیمتی، خب خدا رو شکر عالیه. تولید کنندگان میگویند اگر دغدغه‌هایشان کاهش یابد، هم بازار داخل ایرانی تر میشود و هم صادرات افزایش میابد. نوسان قیمت کاغذ خیلی زیاده. کاغذی که ما میخوایم با اون شرایطی که میخوایم تامینش برامون مشکل است. قیمتی ما میذاریم سر ماه، بسته قیمتی رو فروش که انجام میدیم به آخر ماه نرسیده یه نوسان میخوره، قیمت تولیدمون بیشتر از هزینه‌مون داره به صورت میگیره. این مشکل بیشتر این قضیه است. گردش مالی صنعت نوشت افزار در کشورمون به طور سالانه بیش از 25 هزار میلیارد تومان هست و 60 هزار نفر هم در این صنعت مشغول فعالیت هستند. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما. وزیر جهاد کشاورزی که در دومین سفر استانی به آذربایجان غربی رفته گفت تکمیل زنجیره ارزش به اقتصادی کردن تولید در بخش کشاورزی کمک می‌کند. بهره برداری از شبکه فرعی آبیاری و زهکشی در 5035 هکتار از زمین‌های کشاورزی در شهرستان‌های پلدشت، چایپاره و چالدوران نخستین برنامه آقای نوری در استان آذربایجان غربی است. خب، برای آگاهی بیشتر از ویژگی‌های این طرح‌ها گفتگو می‌کنم با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در ارومیه، آقای شکریازی. سلام بر شما. طرحهایی که امروز افتتاح شده دقیقاً چه آورده هایی برای هموطنانمون در آذربایجان غربی داره؟ بله جناب آقای صادقی، بینندگان عزیز خبر 14، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. فرمودید که امروز وزیر جهاد کشاورزی صبح وارد آذربایجان غربی شد و بلافاصله به پلدشت رفت در شمال آذربایجان غربی و 4 طرح همزمان شبکه فرعی آبیاری و زهکشی رو در 5035 هکتار به بهره برداری رساندن که این به حال میزان افتتاحی که امروز داشتیم از 61 هزار هکتاریه که در آذربایجان غربی از سال 1395 آغاز شده بود که تا امروز 46 هزار هکتارش امروز به بهره برداری رسیده. این با اون 5 هزار هکتاری که امروز به برداری رسید و 15 هزار هکتارش باقی مونده که آقای نوری امروز قول دادن که تا شهریور ماه سال آینده به بهره برداری برسن. اما
اینو عرض کنم که این طرحی که در آذربایجان غربی به بهره برداری رسید یک بخشی از طرح بزرگ شبکه فرعی آبیاری و زیرکشی شمال غرب و غرب ایرانه که در 227 هزار هکتار اجرا شده و در استانهای کرمانشاه، ایلام، کردستان، آذربایجان غربی و شرقی و همچنین اردبیل که با هدفهای مهمی از جمله مصرف بهینه آب، کاهش آب، مدیریت و هدایت آبهای سطحی، رشد عملکرد 5 برابری تولید اجرا شده. عرضم به حضورتون که با افتتاح امروز که 118 میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی براش هزینه شده، 23 هزار نفر فرصت اشتغال براشون فراهم شده و 9000 هم به طور غیر مستقیم و 4650 خانوار از نعمتش بهره مند شدن. بینندگان عزیز بدونن که چقدر مهمه این که ما در شمال آذربایجان غربی تا 2-3 سال قبل کشاورزی نداشتیم، با وجود منابع و آبی و رود ارسی که داشتیم، و در این 2-3 ساله کارهای ماندگاری شده و تمام زمین‌های بایر کم کم که دارید پشت سر من می‌بینید دارن به زمین‌های کشاورزی تبدیل میشن و اشتغال خوبی رو هم فراهم کردن. امروز آقای نوری در ارومیه دو تا برنامه دیگه هم خواهد داشت. بله. اول با فعالان بخش کشاورزی و صادرکنندگان بخش کشاورزی یه دیدایی رو خواهد داشت. یک سری طرح‌های نیمه تمام رو یه بازدید خواهند کرد و از یکی از بزرگترین صنایع تبدیلی در ارومیه به حال بازدید خواهد کرد و به بهره برداری خواهد رسید. این طرح 9000 تنی کارخونه تولید پوره، کنسانتره و رب گوجه فرنگی است که با این افتتاح ظرفیت جذب میوه در آذربایجان غربی به 1,085,000 تن رسید و تولید به 326,000 تن رسید. خب فراوانی میوه در آذربایجان غربی زیاده، نیاز به صنایع تبدیلی زیاده. با این به حال افتتاحی که امروز خواهیم داشت، یک قدم خیلی مهم رو انشاءالله به سمت رفع مشکل صنایع تبدیلی برخواهیم داشت انشاءالله. خیلی ممنون از آقای شکریازی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در ارومیه. در دهه پایانی ماه صفر چند میلیون زائر به مشهد مقدس مشرف شدند و هم اکنون میهمانان رضوی در حال بازگشتند که پیش بینی می شوند روند خروج زائران از مشهد مقدس تا روز شنبه ادامه داشته باشد. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا. پس از حضور میلیونی زائران در مشهد الرضا، حالا میهمانان رضوی در حال بازگشت به شهرهای خود هستند. برمیگردیم میریم تهران، خراسان جنوبی. جناب کدوم شهر؟ خائن. به عنوان یه راننده که تا اصفهان می‌خواید برید، چه نکاتی رو باید رعایت کنید؟ سرعتی مطمئن باشه، وقتی خوابمو گرفت بکشیم کنار بخوابیم. آنطور که فرماندهی پلیس‌راه خراسان رضوی میگوید، ترافیک در همه محورهای خروجی مشهد سنگین است. مسیر آزادراه شهید شوشتریمون به سمت غرب استان نیشابور و سبزوار و جنوب استان شهرستان تربت حیدریه، همونطور که در تصویر هم مشاهده میکنید ترافیک بسیار سنگینی رو شاهد هستیم. مسیر شمال استان مشهد به سمت چناران و قوچان ترافیک هم به همین شکل سنگین است. علاوه بر مسافرانی که با خودروهای شخصی راهی شهرهای خود شدند، حدود 10% هم از طریق حمل و نقل جاده‌ای در حال بازگشتند. بلیط برای کجا می‌خواستی؟ برای بندرعباس می‌خواستم. مازندران محمودآباد. مسافر تهران هستم. بلیط چطوری بود گرفتنش؟ اینترنتی گرفتم. گرچه اتوبوس به اندازه نیاز فراهم شده است، برآورد این است که 2000 1900 تا 2100 دستگاه رو خواهیم داشت. میانگین 3 روزه سرجمش در واقع به طور متوسط روزی 2000 تا که میشه حدود 6000 سرویس. اما افزایش قیمت بلیت گلایه مسافران بود. 673 تومان وی‌آی‌پی برای اصفهان. الان میریم برای این 2-3 روزه. خودت رو نگاه کنین بابا. 875 تومان. ویژن اومدیم با ماشین معمولی 360 تومان. الان میخوام برگردیم ویژه میگه 360 تومان. 30% بر اساس مسببه استان بوده که اتفاق افتاده، افزایش بده کرده و بعد از این شنبه که ان شاءالله ما دیگه شرایط عادی شد، قیمت قبل برمیگرده و ما هیچ افزایش ندید. بر اساس آمارها در دهه پایانی ماه صفر بیش از 5 میلیون زائر به مشهد الرضا مشرف شدند که 80% با خودروهای شخصی، حدود 10% با اتوبوس، 7% از طریق حمل و نقل ریلی و 3% هم از طریق هوایی بوده. پیش بینی می شود علاوه بر حمل و نقل جادی، از 14 تا 16 شهریور هم 240 هزار زائر و مسافر از طریق حمل و نقل ریلی و هوایی جابجا شوند. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در واکنش به تصویرهای منتشر شده در فضای مجازی درباره تعطیلی موقت برخی جایگاه‌ها در استان‌های پرتردد کشور در اثر کمبود بنزین گفت میانگین مصرف روزانه بنزین در 6 روز اخیر به 135 میلیون لیتر رسیده است. ویس کرمی افزود ترافیک سنگین در جاده‌ها به ویژه در استان‌های شمالی موجب تأخیر بیش از 3 برابری در حمل بنزین از انبارها به جایگاه‌های سوخت شده است و این امر باعث شده چند جایگاه برای ساعاتی بنزین نداشته باشند، اما سوخت در جایگاه‌های دیگر موجود است. معاون دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران از پوشش 90% بیمه برای اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی به زوجهای نابارور خبر داد. خانم آزادی گفت 63 قلم داروی تخصصی، 28 قلم لوازم و تجهیزات پزشکی، 56 قلم آزمایش و 7 قلم تصویربرداری مرتبط با درمان ناباروری را سازمان بیمه سلامت ایران 90% پوشش می‌دهد. ارائه خدمات کمک باروری برای زوجهای نابارور تا سن 49 سال تمام و بدون محدودیت سنی برای زوج نابارور با پرداخت 10% خودپرداخت و پوشش قرار دادن اعمال جراحی بازگشت باروری در زنان و مردان است. وزیران امور خارجه ایران و بحرین در گفتگوی تلفنی بر استمرار رایزنی‌های کشور در چارچوب توافق‌ها تأکید کردند. آقایان عراقچی و عبداللطیف بن راشد از زیانی درباره تحولات منطقه به ویژه اوضاع غزه گفتگو کردند. وزیر خارجه کشورمان همچنین توسعه روابط با همسایگان را از اولویت‌های مهم دولت جمهوری اسلامی ایران بیان کرد. وزیر امور خارجه بحرین هم اظهار امیدواری کرد گفتگوهای مشترک سیاسی بین تهران منامه در دوره جدید ارتقا یابد. ایران ادعای برخی مقامات آمریکا درباره تاثیرگذاری بر روند انتخابات این کشور را رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه با رد این ادعاها گفت دولت آمریکا عامل مداخلات غیرقانونی در امور دیگر کشورهاست. آقای کنعانی تصریح کرد آمریکا نمیتواند با اتهام زنی به دیگران مشکلات و بحرانهای داخلی خود را به سایر کشورها نسبت دهد و بر سابقه سیاه رفتار مداخله جویانه و فراقانونی خود سرپوش بگذارد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد این سخنان تکراری، بی اساس، مغرضانه و برای مصارف سیاسی داخلی در آمریکاست. دادستان کل آمریکا مدعی شده برخی کشورها از جمله ایران برای تاثیرگذاری بر روند و نتایج انتخابات آمریکا تلاش می‌کنند. متخصصان صنعت هسته‌ای موفق شدند با استفاده از فناوری پرتودهی ارزش افزوده در سنگ‌های زینتی توپاز ایجاد کنند. در این فرایند سنگ‌های زینتی پرتودهی شده افزایش قیمت 5 تا 10 برابری در مقایسه با نمونه خام پیدا می‌کنند. در راکتور تحقیقاتی تهران متخصصان صنعت هسته‌ای موفق شدند در کنار تولید رادیوداروها از نوترون‌های ساطع شده از قلب راکتور فرایند پرتودهی سنگ‌های زینتی را انجام دهند. کاری که ما اینجا انجام می‌دیم توپاز سفید رو که از معدن میاد و به صورت پیش تراش شده پرتودهی می‌کنیم و رنگش رو از سفید که کم ارزش‌تر هست به آبی تبدیل می‌کنیم. در این فرایند سنگ‌های توپاز خام در کنار قلب راکتور قرار می‌گیرند تا بمباران نوترونی شوند. وقتی نوترون ها به این کریستال های سنگ توپاز برخورد می کنن باعث میشه که یک کریستال شکل دیگه‌ای به خودش بگیره و نقاطی که رنگ رو توی کریستال ایجاد میکنه جابجا میشه و این کریستال از انعکاس رنگ سفید تغییر پیدا میکنه به انعکاس رنگ آبی و آبی به چشم ما دیده میشه. متخصصان صنعت هسته‌ای موفق شدند با ساخت صافی های جاذب تعادل در این فرایند پرتودهی را حاصل کنند و مانع از رادیواکتیو شدن سنگ‌های تغییر رنگ یافته شوند. دقیقاً این فیلتر برای همین هست که مانع از رادیواکتیو شدن بشه و بعد باعث میشه که اون رنگ آبی هم ایجاد بشه. اگه تمام نوترون‌ها بهش بتابن ممکنه اون رنگ به جای اینکه آبی بشه رنگ کدری بشه و خیلی
بازار پسند نباشه. در واقع رنگ جواهرالات بیشتر برمیگرده اینکه بازار چه چیزی رو بپسنده. خود توپاز سفید رنگ قشنگی داره ولی چون بازار خیلی نمیپسنده و آبیش رو بیشتر دوست دارن، اینه که ما میایم اینجا به اون تغییر رنگ رو ایجاد میکنیم. فرایند پرتودهی سنگ‌های توپاز در حال حاضر در مرحله صنعتی سازی قرار دارد و محصول تغییر رنگ یافته به بازار داخل و خارج عرضه می‌شود. سنگ توپاز خامی که توی بازار هست بین 1 تا 2 دلار قیمتش هست ولی وقتی پرتودهی میشه بین 2 تا 10 دلار ارزش پیدا می‌کنه. به گفته کارشناسان صنعت هسته‌ای ظرفیت تولید این سنگ‌های تغییر رنگ یافته در سال 200 کیلوگرمه که قابل افزایش به 1 تن در سال هست. محمد قاسم کیایی، خبرگزاری صدا و سیما. خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به دیدار اعضای هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب و توصیه‌های 13 گانه ایشان به دولت مردان پیشنهاد داد مجموعه این دیدارها به عنوان دستورالعمل منشور ولایت در عرصه حکمرانی در اختیار مسئولان قرار گیرد. آقای خاتمی گفت موفقیت دولت در سایه عمل به این رهنمودهاست و عدالت روح نظام اسلامی در همه عرصه هاست. فرمودن نه در کاغذ بنویسید پیوست عدالت، در عمل عدالت رو محقق کنید. فرمودن اونایی که کمک میکنند این قوانین رو ببینن، هر ماده ایش که فاصله طبقاتی رو بیشتر میکنه حذف کنن. نظام ما نظام علوی است. افتخار میکنیم بر این که در سایه نظام علوی باشیم. خطیب نماز جمعه تهران همچنین با اشاره به شهادت بیش از 40,000 کودک، زن و انسان بیگناه در فلسطین به دست صهیونیست‌ها گفت جلادان روزهای سختی در پیش دارند. آقای خاتمی پیش بینی کرد تظاهرات علیه صهیونیست‌ها گویای قرار گرفتن آنها در سراشیبی و بشارت دهنده آن است که رژیم صهیونیستی به طرف نابودی پیش می رود. بیش از 76,000 نفر از داوطلبان کنکور 1403 انتخاب رشته کردند. سازمان سنجش اعلام کرد این تعداد در رشته های با آزمون انتخاب رشته کردند و تا کنون 17,000 نفر هم در رشته های بدون آزمون انتخاب رشته کردند. معاون تعاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در برنامه صف اول از تشکیل تعاونی های نیروگاهی با هدف حل بخشی از ناترازی برق در کشور خبر داد. به گفته ی آقای ویس کرمی در گام نخست 30 شهرک صنعتی به عنوان نقاط هدف شناسایی شده است. اینها در کنار همون شهرک صنعتیشون نسبت به ایجاد نیروگاه تولید برق، اون هم از محل انرژی های تجدید پذیر اقدام بکنن. اینو ما وارد شدیم، با شرکت شهرک های صنعتی کشور مذاکراتی رو انجام دادیم. اتفاقا 1,000 میلیارد تومان از محل منابع بانک توسعه تعاون هم از محل خط اعتباری که داریم اونجا صرفا به این مسئله اختصاص دادیم و این رو داریم ورود میکنیم. جدای از این مسئله و این برنامه که داریم پیش میبریم، امروز که من خدمت شما هستم الحمدلله 102 مگاوات نیروگاه رو در دست ثبت و در دست اجرا داریم. تعطیلات شهریور و کاهش مراجعه تهرانی ها برای اهدای خون. مدیر کل سازمان انتقال خون استان تهران میگوید وضعیت کنونی ذخایر خون مناسب است، اما ادامه روند کاهش مراجعه در شهریور برای اهدای خون خطر کاهش میزان ذخایر خونی را در هفته آتی در پی دارد. 37مین نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو و 2مین نمایشگاه بین المللی کتاب کودک با حضور نمایندگانی از کشورمان در روسیه آغاز شد. در این نمایشگاه که تا 18 شهریور برپاست بیش از 400 عنوان کتاب از 64 ناشر ایرانی با موضوعات زبان فارسی، اسلام شناسی، کودک و نوجوان، هنر، ادبیات پایداری و مقاومت، ادبیات کلاسیک و معاصر در غرفه ایران در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.
17 جشنواره ملی آش و غذاهای سنتی در اردبیل. این جشنواره در قالب 60 غرفه و با حضور شرکت کنندگانی از سراسر کشور و با ارائه آش و غذاهای سنتی تا فردا در شهرستان نیر برپاست. دوغ سبزی آش، بعد آرد برنج و برنج و نخوده. از استان آذربایجان غربی شهر ارومیه اومدیم. آش مخصوص ارومیه هستش، آش محلیش، آش ماست، آش گوجه هستش. ما از شهر خلخال اومدیم با چند نوع از دستپخت‌های خونگیمون، از جمله کیک هویج هستش، شیرینی سنتیمون شیرینی برنجی، گتاب و سمبوسه، و آش اصلیمون هم آش نسترن هستش. تولید پسته امسال در کشور افزایش یافت. مدیر کل دفتر امور میوه های سرسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت میزان تولید پسته امسال نزدیک به 300 هزار تن رسیده که در مقایسه با دو سال قبل 15% افزایش یافته است. محصولی خندان که مزد زحمتش خنده بر لبان کشاورز می نشاند. امسال محصول در کل شهرستان خوبه. اگر بازار پسته خوب بشه، باز دلگرمی ما کشاورزا میشه. کرمان قطب تولید پسته ایرانه. اگه مسئولین یه فکری به قیمت به حال قیمت گذاری پسته بکنه، باعث دلگرمی ما کشاورزا میشه. 5 هکتار زمین پسته ای دارن، از هر 5 هکتار حدود 10 تن پسته خشک برداشت میکنه. فلات مرکزی قطب تولید پسته در ایران است. پسته یکی از محصولات مهم بخش کشاورزی و زیربخش باغبانی کشوره، به نحوی که از نظر سطح زیرکشت باغات پسته ایران رتبه اول دنیا رو داره و از نظر میزان تولید پسته رتبه دوم دنیا رو داریم. با توجه به مقاومت پسته به شرایط اقلیمی و کم آبی و خشکی، بیشتر پسته تولیدی ما در فلات مرکزی ایران صورت میگیره، به نحوی که همه ساله ما بیش از 300 هزار تن انواع ارقام پسته در کشور تولید و برداشت میشه و نصف این مقدار به مصرف داخلی میرسه و حدود نصفی از این مقدار هم به کشورهای مختلف صادر میشه که از نظر ارزآوری هم رتبه اول رو در بین محصولات کشاورزی دارا میباشد. اما به گفته کشاورزان، ظرفیت تولید پسته در ایران بیش از این مقدار است. ما ظرفیت تولید 600 هزار تن پسته رو در کشور داریم، ولی به علت ناترازی منابع در سطح همون 300 هزار تن پسته متغیر است. ولی در سال اخیر با توجه به شرایط هوایی و تلاش کشاورزان، بهره‌وری در تولید بیشتر شده. استانهای کرمان، خراسان، سمنان و مرکزی با مجموع تولید 300 هزار تن در سال از مراکز اصلی تولید پسته در کشور هستند. علیرضا شوکتی، خبرگزاری صدا و سیما. سازمان هواشناسی برای امروز و فردا در نوار شمالی کشور کاهش نسبی دما رو پیش بینی کرده است. عرض سلام و احترام دارم حضور شما هموطنان گرامی. برای امروز جمعه در بیشتر مناطق کشورمون جو آرام هستش، اما با عبور امواجی از بخشای شمالی کشورمون طی امروز جمعه و روز شنبه گاهی افزایش آب و بارندگی رو در بخشای از استان اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و در ارتفاعات البرز هم افزایش آب و بارش‌های پراکنده برای این مناطق هم پیش بینی میشه. در سایر مناطق کشورمون جو آرام هستش، آسمانی صاف تا کمی ابری رو برای دو روز آینده خواهیم داشت. محور مواصلاتی اهواز خرمشهر به علت عرض کم و یک طرفه بودن سالانه به طور میانگین بیش از 35 فوتی و 100 مصدوم بر جای می‌گذارد. معاون راهداری و حمل و نقل جاده میگوید طرح تعریض و بازسازی این جاده از سال 1400 شروع شده و به علت کمبود اعتبار اجرای این طرح به کندی پیش میرود. جاده ای که تصادفهای وحشتناک آن هر از گاهی خبرساز می شود. بنا به آمار، از 15 مرداد تا 8 شهریور امسال فقط در 23 روز 21 تصادف با 3 جان باخته و 40 مصدوم در این محور بین شهری رخ داد. یک محور با طول 110 کیلومتر که متاسفانه
در طول سال بیش از 35 نفر کشته ناشی از تصادف و بیش از 100 نفر مجروح رو داره رو دست ما میذاره. محوری که مسیر تردد کامیون‌های تجاری در راه بندر خرمشهر و مرز تجاری شلمچه، راهیان نور، زائران اربعین، مسافران و کارکنان چندین شرکت نفتی و کشت و صنعت نیشکر است. از پلیس راه خرمشهر اهواز تا خود اهواز جاده خیلی خطرناکه، باریک هم هستش. اگه چهار خط تاش کنن خیلی خوبه. دیگه ماشین‌های سبک راحت میتونن برن، ما هم میتونیم راحت کارمون رو انجام بدیم. عرض کم و یک طرف بودن جاده از مهمترین عوامل تصادفات است. مکاتبات زیادی داشتیم برای افزایش در واقع ایمنی این راه و همچنین تعریض جداسازی محور اهواز به خرمشهر، چون بالای 95% از تصادفاتی که ما توی این محور داریم از جنس تصادفات رخ به رخ به دلیل انحراف به چپ هست. البته مسئولان از خرداد 1400 میگویند برای جلوگیری از سوانح اجرای طرح تعریض و بهسازی جاده را در دست دارند، طرحی که همچنان در ابتدای راه است. در محور اهواز به سمت خرمشهر از هر دو سمت خرمشهر و اهواز کار احداث باند دوم شروع شده. خب به دلیل محدودیت‌های بودجه کار یه مقدار با کندی پیش میره. ما الان دو تا قطعه 25 کیلومتری سرجم 50 کیلومتر قرارداد داریم. ما بقیه کارم که میشه 55 کیلومتر، ما بقیه کار که اعتباری که ما پیش بینی کردیم برای تکمیل پروژه چیزی بالای 2500 میلیارد تومان اعتبار میخواد. وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم در نخستین سفرهای استانی همزمان با ایام اربعین 1403 از این جاده بازدید کرد و قول پیگیری داد. از اهواز اومدید در انتظار چهار خط شدن معاون امنیتی دادن، انشاءالله در اولویت قرار میدیم تا مشکلات کمتر بشود. حالا باید دید وعده جدید مسئولان برای چهار خط کردن جاده خرمشهر اهواز کی عملیاتی میشود. مهدی بهرانی پور، خبرگزاری صدا و سیما، خرمشهر. دره خرم‌آباد میزبان کارشناسان و ارزیابان یونسکو. پرونده ثبت جهانی دره خرم‌آباد با قدمت سکونت بیش از 6000 سال آماده و در انتظار تایید کارشناسان یونسکو است. دره باستانی خرم‌آباد به عنوان بزرگترین پرونده ثبت جهانی کشور در انتظار ورود ارزیابان یونسکو. خوشبختانه با اقداماتی که صورت گرفت تا کمتر از 10 روز دیگه میزبان ارزیابان یونسکو و ایکوموس در خرم‌آباد خواهیم بود. از زمان ارسال پرونده ثبت جهانی به یونسکو تا زمان حضور ارزیابان اقدامات بسیار مهمی در شهر خرم‌آباد صورت گرفت که با کمک همه دستگاه‌های اجرایی بود. این اقدامات راه اندازی موزه سنگ و سفال و سکه و موزه پارین سنگی در قلعه فلک و لافلاک، تکمیل مسیر دسترسی به غارهای پیش از تاریخ که برای اولین بار غارهای این شهر به عنوان غار موزه در اومدن و در معرض دید عموم قرار خواهند گرفت. غارهای دره 414 هکتاری خرم‌آباد طی بیش از نیم قرن گذشته محل کاوش هیئت‌های ایرانی و خارجی زیادی بوده که نتیجه کشف شواهد ادوار مختلف پارین سنگی و اثبات سکونت بشر تا حدود 63000 سال بوده. غار قمری هست، مربوط به دوره پارین سنگی میانی که ما معمولاً این دوره رو مصادف با حضور ناندرتال‌ها در ایران می‌گیریم، و غار یافته، غار کلدر، غار بسیار مهمی هست که شواهد قدیمی از اوایل دوره پارین سنگی جدید ارائه کرده. با ثبت جهانی دره خرم‌آباد به عنوان نخستین پرونده دوره پارین سنگی کشور، علاوه بر ثبت 17 اثر این دره کهن، فرصت بزرگی برای معرفی کشور ایران و استان لرستان فراهم میشه. در دل پرونده ثبت جهانی خرم‌آباد، غارهای هفتگانه دره خرم‌آباد، سه پل تاریخی، قلعه فلک الافلاک و تپه باستانی قلعه فلک الافلاک و همچنین باغ تاریخی گلستان با چند بنای داخل اون و سه پل تاریخی گب، حاجی و شکسته و رودخانه خرم‌آباد وجود داره. لایروبی رودخانه، نصب تابلوها، آسفالت و بهسازی معابر منتهی به غارها و آثار تاریخی از جمله اقداماتی است که به همت مدیریت ارشد استان برای آماده سازی مبلمان شهر خرم‌آباد انجام شد. فکوری، خبرگزاری صدا و سیما، خرم‌آباد. نخستین بار در برنامه هفتم در 50 میلیون هکتار از مناطق کشور با پوشش گیاهی کمتر برخوردار طرح‌های مرتداری اجرا می شود. به گفته سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، در مرحله نخست اجرای این طرح کار احیای 20 میلیون هکتار از مناطق برای اجرا ابلاغ شده است.
افزایش تولید علوفه در مراتع کشور به مدد بارش‌های بهاری امسال. نزدیک به 2.5 میلیون تن ما افزایش علوفه نسبت به سنوات گذشته داشتیم. ما 11,366,000 تن تولید علوفه در مراتع داشتیم، به طوری که ما 7 ماه از مراتع میتونیم استفاده کنیم. هرچند طرح‌های مرتع‌داری و مدیریت چرای دام در چند سال اخیر شرایط مراتع را بهبود بخشیده، اما کاهش سطح پوشش گیاهی مراتع همچنان یک تهدید است. ارتباط مستقیمی بین بارندگی و پوشش گیاهی است. میانگین بارندگی توی در 15 سال گذشته به حدود 175 میلیمتر تا 180 میلیمتر بارندگی در واقع رسیده. پسماندهایی که تو طبیعت رها میشن خیلی از اینا باعث آتش گرفتن میشن. اینا مثل شیشه ها، مثل پلاستیک، اینا باعث آتش گرفتن چی میشن؟ علوفه هایی که دقیقاً تو طبیعت جمع شدن. بر اساس اعلام مدیریت مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، مراتع علاوه بر تولید 1/3 گوشت مورد نیاز کشور، سهم بزرگی هم در تولید عسل دارند. 860 هزار تن چه گوشت سرانه قرمز کشور هستش، نزدیک 362 هزار تن از مراتع تامین میشه. ما چیزی حدود 90 هزار تن در سال فقط تولید عسل در مراتع کشورمون داریم. بر اساس گزارش سازمان منابع طبیعی، هزینه حفظ و نگهداری مراتع در ایران به عنوان پنجمین کشور دنیا از لحاظ تنوع منابع طبیعی بسیار پایین است. ما کل اعتباری که تو این 44 سال برای بخش مرتع داشتیم 630 میلیارد تومان بوده. یعنی هر هکتار 172 تش تومانی بوده چه آیا با 172 تومان میتونیم به حساب مدیریت مرتع را برای هر هکتار داشته باشیم؟ از 85 میلیون هکتار سطح مراتع کشور، 50 میلیون هکتار مستعد تبدیل به مراکز بحرانی هستند و قرار هست در برنامه هفتم 20 میلیون هکتار از سطح مراتع و 14 میلیون از مراکز فرسایش بادی احیا شود. ما 1 میلیون هکتار عملیات بزکاره کوپکاره بزپاشی هستش، 1,250,000 هکتار عملیات بیومکانیک دیدیم، 15 میلیون هکتار مدیریت چرا دیدیم، 300 هزار هکتار توسعه جهان دارویی دیده شده، 2,450,000 هکتار حفاظت و گرو. الان حدود 83 میلیون هکتار از مراتعمون را ممیزی کردیم، یعنی بهره برداریشو شناسایی کردیم. بیش از 1 میلیون خانوار به صورت مستقیم از مراتع کشور استفاده میکنن. احمد حمیدی، خبرگزاری صدا و سیما. امروز جمعه 16 شهریور، 2 ربیع الاول و 6 سپتامبر است. در تهران غروب آفتاب ساعت 18:24 از آن مغرب ساعت 18:43 و نیمه شب شرعی هم ساعت 23:20 خواهد بود. بینندگان ارجمند و گرامی، خیلی تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.